بیست ماه مبارک رمضان ساروز ارتحال علامه محمد باقر مجلسی صاحب کتاب نفیس بهار در صد مجلد می باشد او با تربیت شاگردان و آثار پرتعداد خود که بسیاری از آنها را به زبان فارسی و برای استفاده عموم مردم نگاشت بر فرهنگ شیعی و روشهای علمی علمای پس از خود تأثیر گذاشت با هم گزارش همکارم در این باره را ببینیم علامه محمد باقر مجلسی معروف به مجلسی سانی در سال 1307 هجری قمری در اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش علامه محمد تقی مجلسی از شاگردان بزرگ شیخ بهایی و در علوم اسلامی از سرآمدان روزگار خود به شما می رفت. وی درس و بحث را از چهار سالگی نزد پدر خود علامه محمد تقی مجلسی آغاز کرد و بر اثر نبوغ و استعداد خارق العاده در چهار ده سالگی از ملا صدرا اجازه روایت گرفت. سپس در حضور استادانی چون علامه حسن علی شوشتری، امیر محمد مؤمن استرابادی، میرزای جزایری، شیخ هر ملا محسن استرابادی، ملا محسن فیض کاشانی و ملا صالح مازندرانی زانوی ادب زد و از خرمن علم و معرفت هر یک خوشه ها چید و در این کوشش خستگی ناپذیر پای درس بیش از یک استاد نشست و از افکار و عقاید و اندیشه های مختلف آنان بهره جست. علامه محمد باقر در اندک زمانی بر دانش های صرف و نحو، معانی و بیان، ریاضی، تاریخ فلسفه حدیث، رجال، درایه، اصول، فقه و کلام احاطه کامل پیدا کرد. علم مجلسی که در مدرسه ملا عبدالله به اقامه نماز و تدریس اشتغال داشت بعد از رهلت پدر بزرگوارش در مسجد جامع اصفهان نیز به این مهم دست یافت. در پای درس او بیش از هزار طلبه می نشستند و از نور علم و معرفت او دلهای خود را جلا می دادند. الامه مجلسی پس از رهلت پدر بزرگوار خود به تدریس پرداخت و تعلیفات متعددی را به انجام رسانید. علامه مجلسی در مسیل احیای علوم اهل بیت و راه کردن علوم عقلی به سوی نوری که از قله بلند روایات و احادیث معصومین میتابید شتافت و در اولین قدم کتب اربعه را به صحنه درس و بحث کشند. در عصر علامه مجلسی هزاران کتاب شیعه در کوره های حمام یغماگران و فرهنگ کشان به خاکستر تبدیل شده بود و از سوی دیگر به دلیل تعصب خشک اهل تسنن در نابودی زخیره های گرانبه های تشیع و احتمال سقوط دولت صفویه به دست قدرت های شرق و غرب و اهل تسنن و نفوذ صوفیان در دربار و نقشه های آنان برای تحریف بسیاری از روایات بی توجهی طلاب به کتب و روایات و احادیث بیش از پیش آثار اهل بیت را در معرض خطر و نابودی قرار داده بود از این رو علامه مجلسی تلاش همه برای به دست آوردن آثار تشیع را آغاز کرد بگونه ای که او در این تلاش وسیع دویست اصل از اصول چهارصدگانه معتبر شیعه را به دست آورد و نفیسترین کتابخانه تشیع را تهیه کرد. در روزهایی که علامه در مشهد مقدس برای زیارت مشرف شده بود جمعی از علما، فضلا و طلاب جهت استفاده از علوم او تقاضای درس حدیث می کردند و علامه مجلسی کتاب چهل حدیث را در این ایام نوشت. جمع وریه و روایات اهل بیت علیه مسلم علامه مجلسی را به فکر تعلیف کتاب گرانسنگ به هارول انوار انداخت و آن را در 110 جلد تدوین کرد. تعداد تعلیفات علامه مجلسی را 600 جلد ذکر کردند. علامه مجلسی در 27 ماه رمضان سال 1111 هجری قمری در 73 سالگی چشم از جهان فروب است. پیکر پاکش را در کنار مسجد جامع اصفهان و در جوار پدرش علامه محمد تقی مجلسی به خاک سپردند.